مردم در افغانستان چقدر کتاب میخوانند؟ اعصام ثور که برابر به 23 اپریل است، در جهان به عنوان روز جهانی کتاب بزرگ داشت میشود. این در حالی است که فرهنگ مطالعه در جهان روز تا روز در حال گسترش است. اما مردم افغانستان چقدر برای دریافت منابع علمی و توسعه فرهنگی سراغ کتاب میروند؟ آیا فرهنگ کتابخوانی در افغانستان ترویج پیدا کرده است؟ پاسخ این سوال ها را همکارم فرهناز فروتن در گزارش ارائه می کند. 23 اپریل روز جهانی کتاب که در تمام جهان از این روز بزرگداشت به عمل می آید. من هم به بهانه این روز رهسپار شهر شدم تا ببینم هوای کتابخانی چقدر در بین کابل نشینان گسترش یافته است. به بهانه روز جهانی کتاب و ترویج کتابخانی، نمایشگاهی در کابل برگزار شده است. جوانان زیادی به این نمایشگاه آمدند تا با جستجو کتاب‌های مورد نیاز خود را از اینجا خریداری کنند. در گذشته ما در جامعه خود نداشتیم کتابخانه‌های و نمایشگاه‌ها و در گذشته ما گذشته خوبی نداشتیم. کتاب بسیار ارزان پیدا کنند و قیمت مناسب خریداری کنند. هر جوان ما توانمندی زیر می داشته باشه که در خانه خود یک کتابخانه کوچک تأسیس کنه. فراتر از این نمایشگاه خواستم به داخل شهر بروم. پل باغ عمومی، جایی که کتاب به شکل عام‌تر برای مردم فروخته می شود. در اینجا با انبوهی از مردم مواجه شدم که کتاب می خریدند. بالا مطالعه مردم بسیار میکنند. مردم بسیار بیدار شده روشن، فکر شده بسیار کتاب میگیرند. در همین حال شماره از آگاهان به این باورند که با کتابخانی میتوان به جنجال‌های اجتماعی در کشور پایان داد. ما با فرهنگ خواندن و فکر کردن کلن قهر متاسفانه. در افغانستان ما کتابخانه ای نداریم به شکل اساسی. در پایتخت افغانستان ما شما که کابل هست یک کتابخانه عامه هست. تمام جوان ها دود دستی ندارن. با وجود این همه نگرانی ها من و تصویر بردارم به یک کتابخانه سیار برخوردیم. موتری که به ظاهر مسافربری به نظر می رسد، اما در داخل گنجینه ای از کتاب دارد. در سه سوری فعالیت داره کتابخانه سیار. هدف از ایجاد کتابخانه ترویج فرهنگ کتابخانی برای جوانا و سایر علاقمندان کتاب بوده. مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از نگرانی ها در مورد فرهنگ کتابخانی در افغانستان یاد می کنند. خواندن های مقطعی به جای خواندن های اساسی و اندوخته های اساسی متاسفانه در بسیاری از جاها حتی در مراکز اکادمیک و علمی ما رونق گرفته. این بسیار خطر بزرگ است. گفتنی است که سال گذشته افغانستان با درخشش ناشران خود در 25مین نمایشگاه کتاب تهران موفق شد در بین 77 کشور شرکت کننده مقام اول نمایشگاه را در بخش بین الملل از آن خود کند. خبر اخیر از کشور این که شرکت مخابراتی افغان بیسیم در چند سال اخیر ظرفیت کاری حدود 5000 کارمند خود را بلند برده است. مسئولان این شرکت میگوید کارمندان این شرکت در این جریان در بخش‌های زبان انگلیسی، کامپیوتر و کارهای اداری آموزش داده شده‌اند. از سوی هم شماره از کارمندان این اداره میگویند با این آموزش‌ها مشکلاتشان در بخش کاری حل شده است. امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم میگوید این شرکت در کنار ارائه خدمات مخابراتی برای شمار زیادی از افغان ها زمین کار را نیز فراهم کرده است. با گفته او در این میان به منظور اینکه ظرفیت جوانان افغان مطابق عصر زمان بلند برود، برنامه های ارتقای ظرفیت را نیز برای کارمندان این اداره راه اندازی کردند. آرزو میکنم همکارانی که در این برنامه اشتراک داشتند برنامه ها و طرح های خوب را در آینده راه اندازی نموده و به نوعی مصدر خدمت به افغان بیسیم و تمام مردم افغانستان گردند. آقای رامین میگوید تاکنون حدود 5000 نفر در بخش‌های زبان انگلیسی، کامپیوتر و کارهای اداری آموزش دیدند و در این شرکت کار میکنند. از سوی هم شماری از شرکت کنندگان این برنامه‌ها میگویند برنامه ارتقای ظرفیت این اداره در حل مشکلات کاریشان بسیار مفید بوده است. ما دانستیم حتی در جریان کورسی که طول یک ماه بود ما دانستیم بعضی گپ‌هایی را که آموخته بودیم در جریان کاری خود از او عملی استفاده کردیم و نتیجه خوب هم گرفتیم. شرکت مخابراتی افغان بیسیم در سال 2002 به فعالیت آغاز کرد و در حال حاضر 5000 کارمند دارد که بیشتر آنها افغان ها هستند. با گفته مسئولان این شرکت در کنار این برای 30000 تن به طور غیر مستقیم زمینه کار را فراهم کردند.
ادامه خبرها. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید بررسی که در چند ناحیه کابل انجام شده نشان میدهد 90% از شهریان کابل باور دارند که با دادن رشوه مشکلاتشان در نهادهای حکومتی حل می شود. مسئولان این نهاد از دولت و کشورهای کمک کننده خانجاد راهکارهای اند که مردم در روند کار نهادهای حکومتی نظارت داشته باشند. مسافر قوقندی گزارش می دهد. بررسی های جدید دیدبان شفافیت افغانستان نشان دهنده افزایش فساد اداری در افغانستان نسبت به سالهای گذشته است. مسئولان این نهاد میگویند در 5 ماه گذشته با راه اندازی یک بررسی در نواحی شهر کابل دیده شد که اکثر شهریان کابل به این باورند که با دادن رشوه مشکلاتشان در نهادهای حکومتی حل می شود. سطح رشوت بالا رفته و وقت مردم در اکثریت موارد با ادارات دولتی روبرو میشن و کوشش میکنن که به خدمات رسسی پیدا بکنن، از اونا پول تقاضا میشه، اونا مجبور هستن که در بدل پول به این خدمات دسترسی پیدا بکنن. این گپایی که ما میزنیم که ما ایره تر میکنیم و تر میگیریم تا زمانی که در سطح دولت و از طرف دولت یک قانون و قانونمندی نبه ما به این کارا موفق نمیشیم. نماینده سازمان ملل در بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر در افغانستان با پذیرفتن این چالش میگوید مردم افغانستان خود باید با این پدیده مبارزه کنند. فساد اداری تمام مردم افغانستان را متاثر ساخته است و این را همه ما میدانیم، اما راه حل چیست؟ به نظر من مردم افغانستان مسئولیت مبارزه با این پدیده را دارند، چرا که بیشترین خساره را مردم میبیند. چند پیش دیدبان شفافیت اعلام کرده بود که مردم افغانستان در سال 2012 میلادی 1,250,000,000 دلار برای حل مشکلاتشان به نهادهای مختلف رشوه پرداختند، حالان که این رقم بر اساس بررسی نهاد در سال 2010 میلادی 1,070,000,000 دلار بوده است. و این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 54.90 افغانی پول، 1 یورو 70.80 افغانی پول، 1 پوند انگلیسی 82 افغانی. درهم امارات 14.70 افغانی پول، 1,000 تومان ایرانی 500 افغانی و 30 پول و 1,000 کلدار پاکستانی 550 افغانی. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 9. هرات هم آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 10. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 13. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 17. و سرانجام شهر کندهار هم آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 16 درجه پیش بینی شده است. این بود خبرها که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاس میکنم. شبتان خوش. ایام به کامتان. اخبار این ساعت از طرف